به نام خدا، سلام و درود خدمت شما عزیزان. من مهدی نوری هستم و با شخصی سازی CK ایدیتور در خدمت شما عزیزان هستم. خب اولین مرحله مون ساخت یک پروژه دات نت کور هستش. من ویژوال استودیو رو باز میکنم. خب create a new project رو انتخاب میکنم و ASP.NET Core Web App Model View Controller رو انتخاب میکنم. Next میکنم. یه اسمش میدم CK Next. از .NET 5 استفاده میکنم. خب Create رو میزنم تا پروژه‌مون ساخته بشه. خب پروژه‌مون ساخته شد. حالا فایل هاش به طور کامل بارگذاری بشه. تا این بارگذاری بشه ما بریم سراغ CK ایدیتورمون. میریم به سایت ckeditor.com. تو این آموزش از CK Editor 5 استفاده میکنید. اگه خواستید از CK Editor 4 هم میتونید استفاده کنید. نصب راه اندازیش اصلا تفاوتی با هم ندارن. البته تفاوت چندانی با هم ندارن. اگه مشکلی داشتید توی کامنت ها بپرسید و در صورت لزوم هم میتونم ویدیو رو براتون بسازم و بارگذاریش کنم. خب میریم سراغ دانلود. اگه CK Editor رو به طور کامل خواستید، یعنی نخواستید چه ویرایشش کنید، میتونید از این دراپ داون استفاده کنید و دانلودش کنید. ولی اگه خواستید کاستومش کنید، از این گزینه Create a Custom Build استفاده میکنید. بسته به نیازتون نوع ادیتور رو انتخاب میکنید. چه تفاوتی توی نصب و راه اندازیش نداره. من بالون رو انتخاب میکنم. اینجا از گپ پلاجین هایی رو انتخاب کرده به طور پیش فرض. اگه خواستید چمش کنید، از این میتونید چلیش کنید و چمش کنید. و اگه خواستید اضافه کنید، از این قسمت میتونید اضافه کنید. الائنمنت رو انتخاب میکنم. کد بلاکس و فونت فامیلی، فونت سایز و هایلایت و هر کدوم از اینا رو خواستید میتونید اضافه کنید. خب نکست. توی مرحله قبلی اون پلاجین های روش انتخاب شدیم توی این تولبار آورده برامون. اگر خواستیم به پروژمون اضافه کنیم میتونید روش چیز کنید تا به پروژمون اضافه بشه. خب مرحله بعدی انتخاب زبان ادیتورمون هستش. من روی فارسی میذارم پرشین. نیکس میکنم و استارت میذارم تا پروژمون ساخته بشه. خب پروژمون ساخته شد. زنم دانلود. میخوام روی دسکتاپ هم دانلود بشه. Start Download و Open. خب اینجا کارمون تموم شد. فقط بریم سراغ داکیومنتش. Installation و Quick Set Start. خب من یه بار پروژه رو بیل میکنم تا شما پروژه رو ببینید. این پروژه ما هستش. پروژه CK. خب این هم فایل دانلودی ما هستش. من این رو اکسترکت کنم. اکسترکت آن. بله. خب این فایل ما هستش. ببینید من توی www.root یه نیو فولدر ایجاد میکنم. اسمش رو میزنم CK و داخل این پوشه دانلودیمون، پوشه بیلد، ما این فایل رو نیاز داریم. ckeditor.js این رو میچشم میدازم داخل CK پروژم. خب تمام شد. حالا اون این صفحه چه باز شد؟ صفحه ایندکس ما بود. ببینید پروژه رو دوباره جبیل کنم. این صفحه ایندکس ما هست از کنترلر هوم. خب میرم سراغ ویو هوم ایندکس. حالا طبق داکیومنت
اون CK Detour ببینید از بالون استفاده کردیم. میشه من یه دیو میخوام با آیدی مشخص، یه اسکریپت رو اینجا اضافه میکنی، همون CK Detourمون هست و این اسکریپت رو. من این اسکریپت رو کپی میکنم که اسکریپت خاصی هم نیست. ببینید اسکریپت چه به بالون دیتور میجه چه به عنوان ایدیتور از این آیدی استفاده کن. حالا یه اسکریپت هم اضافه میکنم، اسکریپت اصلا نیومد، اینو پاک کنم. اسکریپت خب بهش اسارسی میدم، مسیر میدم از CK دیتور JS، این اضافه اومد، اینو پاک میکنم. خب قبلش یه دیو هم خواستیم، دیو داخلش یه متن میذارم، یه تجپی میذارم چه دیده بشه، مهدی نوری. خب سیو میکنم، حالا خودش بیل شد، حالا رام میکنم. خب هنوز اجرا نشده، ببینم مشکلی بوده. آیدی بهش ندادیم، به دیومون آیدی ندادیم، آیدی میدم، از همین ادیتور استفاده میکنم. خب سیو و خودش رام میکنه ویژوال استودیومون. خب اینم از ادیتور ما، به طور کاملا فارسیه، میتونید از این استفاده کنید، مثلا درز بلوچ، متن ساده، یا میتونید استفاده کنید بزنید انواع زبان ها اینجا هست، مثلا سی شارپ. خب میتونید هایلایت کنید، کدا نوشتم، میتونید هایلایت کنید با رنج های مختلف و عکس و فیلم و غیر و غیره هم بزنید. خب ما از سیکریتور استفاده کردیم، شخص سازی کردیم و تموم شد دیگه. خب اگه آموزش مفید بود لطفاً ویدیو رو لایک کنید و مرسی که حمایت کنید. تا جلسه آینده، خدا نگهدار.